سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه 9 تیر ماه ایرانی برابر با 30 ژوئن 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب در غیاب مطبوعات چاپ تهران، مطالبی از ایران، منطقه و جهان. خب برنامه امشب رو مایلم که با یک رویداد سیاست خارجه شروع کنم که در نوع خودش بازتاب زیادی داشت و ما رو رهنمون میکنه به لحاظ خط خبرها، به لحاظ خانشی که در جهان پیچیده سیاست بین الملل هستش، مشخصا در نوع تعامل دموکرات‌های آمریکایی حاکم با مقامات جمهوری اسلامی که اوج آن در مواجهه این گروه با اصل انقلاب 57 بوده که به هر روی برخورد اونها با پادشاه فقید در ذهن مردم باقی مونده، و نکته بسیار مهمی دیگه برخورد خود آقای باراک اوباما بوده که در اوج اعتراضات انتخاباتی سال 88 به یاد داریم که نامه‌ای زده بود به رهبری جمهوری اسلامی و اصلا به رؤسای جمهوری وقت هم گفت چون میدونم قدرت در دست رهبری تجمیع هست، ایشون داشت نامه نگاری میکرد. الان در مقوله برجام شخصی بود که از ابتدا روی ایشون مباحثی مطرح بوده، چرا که پیشینه اسرائیلی ستیزی داشته، آقای رابرت مالی که البته تلفظ صحیحش رابرت مالی هستش، ولی خب ما تو فضای جامعه ایرانی با همین رابرت، اسم رابرت مالی معانست بیشتر کردیم، من با همین تلفظ میگم. به هر روی ایشون گزارش های مطرح شده که از کارشون برکنار شده، رئیس بخش ایران وزارت خارجه بوده، میگفتن در همون زمان گزارش های زیادی منتشر شده بود که نه تنها تفکر ضد صهیونیستی داشت، در این حال خیلی تفکر نزدیک به گروه های مدافعان نظام جمهوری اسلامی داشت. حتی من میدیدم فاینانشال تایمز یکی از رسانه های معتبر میگفت که ایشون رو بارها با برخی از اعضای نایاه که در امریکا هم دیده، که البته من ذکر نام نمی کنم. خود آقای رابرت مالی، همین آقای فرستاده ویژه دولت بایدن در امور ایران، گفته که ایشان با شروع تحقیقاتی درباره مجوز امنیتیش به مرخصی رفت. آقای ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم گفت که رابرت مالی در مرخصی به سر میبرد و آبرام پیلی به عنوان کفیل فرستاده امور ایران کار میکند و سرپرستی این حوزه را هم بر عهده دارد. ایشان توضیحی در مورد علت مرخصی آقای مالی نداد. آقای مالی خودش در بیانیه کوتاهی که در اختیار رسانه ها گذاشت تایید کرد که از چندین هفته قبل به دلیل تحقیقاتی که در مورد مجوز امنیتی او در جریان بوده در مرخصی به سر میبرد. او گفت که به من اطلاع داده شده که مجوز امنیتی من تحت بررسی است، اطلاعات دیگری در اختیار من گذاشته نشده، اما انتظار دارم تحقیقات به زودی به نفع من تمام شود، در این حال من مرخصی هستم. در همین راستا خبرگزاری اسوشیتد پرس آمریکایی رو هم می‌دیدم که به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که ذکر نام ایشان رو نکرده بود، گزارش داد که تحقیقات مورد نظر توسط دایره امنیت دیپلماتیک هدایت می‌شود. این خبرگزاری نوشت که آقای ملی در جریان ارائه یک گزارش محرمانه به کنگره در روز 16 ماه مه حاضر نبود که سوالاتی را درباره او پدید آورد. در آن زمان مقام‌های وزارت خارجه گفتند که رابرت ملی در مرخصی شخصی طولانی به سر می‌برد. خیلی کوتاه کلام بخوام اشاره کنم اصل ماجرا چه هست که شبکه خبری CNN هم به نقل چند منبع آگاه گزارش می‌داد. ماجرا این بوده که آقای مالی به دلیل تحقیقات درباره نحوه جابجایی با مواد محرمانه به مرخصی بی حقوق فرستاده شده. آن چیزی که بوده گزارش حکایتگار آن بوده که ایشون با هر روی به عنوان یک مقام دیپلماتیک فرستاده دولت آقای بایدن در امور ایران، در امور جمهوری اسلامی ایران، اینجا معنا بهتری پیدا میکنه، ایشان با توجه به دسترسی به اطلاعات محرمانه گویا نشر اطلاعاتی یا درز اطلاعاتی صورت گرفته، و چه بسا بحث فراتر از اینها باشه، حالا بحث ارتباط تنگاتنگ تر، حالا من واژه جاسوسی رو نمیتونم به کار ببرم که در این سطح، آن چیزی که بوده نوع مواجهه و برخورد خود دولت امریکا هم، نوعی پوشاندن، نوعی حفظ آبرو، یک شیوه شرقی رو در این رابطه تا حدودی اعمال کردن و این مدت مرخصیشون هم به
طولانی شده و به درازا کشیده. این در حالی است که من می‌دیدم خب مقامات جمهوری اسلامی مثل خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، استقبال کرده از کنار گذاشته شدن ایشان. البته اینم نوعی به تعبیری فرار روبه جلوی خبرگزاری ایرنا بوده، چرا که خبرگزاری ایرنا خب وابسته به دولت آقای ابراهیم رئیسی هست، به تناسب دولت‌ها تغییر می‌کنه. آنچه که هست یک ارگان خبری در خدمت نظام هست، یعنی یک رسانه نیمه مستقل هم نیست. مثلا خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران کمی متفاوته. خبرگزاری فارس مثلا تمام قد در خدمت نهاد نظامیان سپاه هست، اصلا ارگان اون هست. خبرگزاری ایرنا، اسلامیک ریپوبلیک نیوز اجنسی، خبرگزاری نظام هست اساسا، مخصوصا که دولت رئیسی هم منتسب باشه کاملا در خدمت نظام هستش. اینا استقبال کردن، نوعی سیگنال معکوس فرستادن که مثلا اگر ایشان به نحوی زنها اطلاعاتی هم میداد یا جاسوسشون بوده باشه، خونسا کنن که ما استقبال میکنیم از کنارگیری یا کنار نهادن ایشان. نوعی هوش و تدبیر امنیتی بوده. خبرگزاری دولتی ایرنا عملا مرخصی اجباری رابرت مالی رو کنار گذاشتن او از مقام نمایندگی وزارت خارجه امریکا در امور ایران توصیف و از آن استقبال کرد. این خبرگزاری امروز جمعه بود می‌دیدم در یادداشتی به عنوان کنار گذاشتن رابرت مالی چه پیامی دارد مدعی شد که این تحول آمریکا در راستای دستیابی به توافقاتی با تهران است. خبرگزاری ایرنا این اتفاق رو در کنار حل برخی مسائل ایران و آژانس و عدم انتشار قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام در ماه‌های اخیر معنادار خواند و نوشت تغییر رابرت مالی این احتمال رو تقویت می‌کند که دولت آمریکا برای دستیابی به توافقاتی با تهران مجبور به محدود کردن برخی افراد شده است، در حالی که اتفاقاً یکی از مدافعان پروپا قرص نظام جمهوری اسلامی در ساختار دولت آمریکا مشخصاً در حوزه برجام آقای رابرت مالی بوده. گفتم این رویکرد خبرگزاری ایرنا بیشتر یک رویکرد پاتک امنیتی بوده که مثلا بگن که آره با برکناری ایشان ما هم خوشحالیم، پیشاپیش اشاره کنن که با ما ارتباطی نبوده است. خب من از سیستان و بلوچستان مطالب زیادی داشتم، طی هفته میخواستم به اون اشاره کنم. اتفاقا بیمیل نیستم که حالا جدایی از این که گلایه آقای مولوی عبدالحمید رو از محرومیت سفر حج داشتیم، بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی در این استان زندگی رو عملاً به مرور غیر ممکن می‌کند. همون گونه که در تصاویر می‌بینید، ما صحنه‌های از امداد رسانی رو در طوفان زابل می‌بینیم که طوفان شن و خاک که البته طوفان‌های صد روزه در اون سرزمین تا حدودی مشهور بوده به لحاظ تاریخی، این مسیر هر روز بعد تازه‌تری می‌گیره و عملاً به مثابه یک جغرافیای قابل زیست مؤلفه‌های زیست انسانی رو از دست می‌دهد و ما شاهد آنیم که خودروهای بین راهی یا خودروهای امدادی دولتی تلاش دارند که به کمک شنزدگان و طوفان ماسه گرفتار شدگان بپردازند. این در حالی است که من صف طولانی نان رو در این استان می‌دیدم. اتفاقا بیمیل نیستم همین زمان که دارم با شما صحبت می‌کنم تصاویر اون رو هم نشون بدم که شما ببینید. صف‌های سنگین خودروهای سنگین رو می‌بینیم که عمدتاً خودروهای سوخت هستن. بعضی از صف‌های انتظار از یک روز به چند روز هم می‌رسد. از دیروز ساعت 10 که ماشین اومده، الان ساعت چند؟ 10 صبح. الان یعنی دیشب ماشین باید گازوئیل می‌زد میرفت سرویس. چقدر تو صف منتظر موندین؟ امروز 2 روزه. چند وقته این وضعیت اینجوریه؟ خیلی وقته. مجموعه پارامترهای محیطی، زیست محیطی، فشارهای اجتماعی، توزیع نابرابر اقتصاد در این استان، کم توجهی به هموطنان اهل تسنن در این نقطه ای از ایران، عملا این جغرافیا رو با رنج مضاعف و مکرر
مواجه کرده. در این رابطه مشخص مایلم برگردم باز به حوزه سیاسی ماجرا که آقای مولوی عبدالحمید نسبت به جلوگیری از سفرش به مکه گلایه کرد و این رو رفتار احساسی جمهوری اسلامی خواند. مولوی عبدالحمید چهره بانفوذ اهل سنت ایران در اولین واکنش علنی به جلوگیری از سفر زیارتیش به مکه گفت که این سفر برای کسی ضرری نداشت و چون این محدودیتی از سوی جمهوری اسلامی یک رفتار احساسی و بی تدبیری بوده است. خب البته که جمهوری اسلامی نشانی از تدبیر نداره و اتفاقا بسیاری از کارشناسان معتقدند که با این مدل برخوردها از سیر نوعی رفتار خود ویرانگرانه و خود مخرب شده. آقای عبدالحمید اسماعیل زهی روز پنجشنبه 8 تیر در سخنرانی نماز عید قربان در زاهدان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت که اگر شما نمیخواستید بنده به این سفر بروم، میامدید و مانند بسیاری از مردم مشورت میدادید که به این سفر نروم و اینطور تبلیغات هم نمیشد. او این کار جمهوری اسلامی رو خلاف نص صریح قرآن دانست و افزود در مورد خودم هیچ گلایه‌ای ندارم، اما اینکه مانع سفر افرادی شدند که قرار بود با بنده در این سفر همراه باشند، این خیلی جای گلایه دارد. پایگاه اطلاع‌رسانی مولوی عبدالحمید دو هفته پیش از اعلام مخالفت نهادهای امنیتی با سفر حج امسال او خبر داده بود. بر اساس این گزارش، با آنکه امام جمعه اهل سنت زاهدان قصد داشت امسال به سفر حج برود، بنابر اعلام برخی از مسئولان وزارت اطلاعات با این سفر مخالفت شد. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که البته اطلاع یافتید در واکنش به افشای این ممنوعیت و محرومیت نخستین بار دیدیم که خبرگزاری تسنیم، یکی از ارگانهای تبلیغی سپاه پاسداران، گفته بود که مدارک سفر ایشون آماده نبوده و خانه ای رو که به عنوان سند گذاشته بود ایشون متهم به جعل سند و خانه و مسئله از این دست کرد. صریحا گفته بود که برای عزیمت به سفر حج از سند محضری ساختگی و فیش جعلی استفاده کرده بود. اون همون فرایند به تعبیر خودشون بی آبرو کردن، بی اعتبار سازی، که البته در پاسخ به ادعای تسنیم دفتر مولوی عبدالحمید اشاره کرد که انتشار خبر ممانعت از سفر حج این چهره مذهبی باعث بدنامی تصمیم گیرندگان تنگ نظر شده و آنها رو واداشته به تهمت و افترا روی بیاورند. حالا خود آقای مولوی عبدالحمید گفت که من تازه سفرم میرفتم گوشه می نشستم و به دعا و مناسک حج مشغول شدم، نه برنامه دیداری با شخصیتی داشتم نه چیزی دیگری. خب البته نظامی که از عزیمت سفر زیارتی یک چهره مذهبی این میزان هراس داره و اعتماد به کسی نداره، نظامی که محمد خاتمی رو ممنوع سفر میکنه به ژاپن، نظامی که نزدیکترین و برجسته ترین چهره های خود رو از ترس تأثیر جمعی بر جامعه حبس و حصر میکند، طبیعی است که از شخصیت مثل مولوی عبدالحمید حراسی مستمر داشته باشد. به هر روی مولوی عبدالحمید شخصیتی که در تمام طول این 6 ماه جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران کنار مردم ایستاده بود و ذره عقب ننشست و طبیعتا حراس از این دست شخصیت های مؤثر مذهبی و ملی برای جمهوری اسلامی و نهرهای امنیتی بیشتر هست. خب نقد به ساختار جمهوری اسلامی در جدای از این تنگ نظری ها و برخورد ها با فقها و انسان های برجسته کشور، از سوی خود نیروهای اهل تشیع و فقهای شیعه نیز وارد فاز تازه‌ای از انتقادها شده بود که من می‌دیدم آقای عیازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نسبت به سیاست اعدام و کشتار جمهوری اسلامی پس از همین انقلاب زن زندگی آزادی افشاگری تازه‌ای کرد و گفته که لیست 25 نفره برای اعدام داشتن که گویی یا با ورود فقهای اهل تشیع و فشار بر رهبری جمهوری اسلامی این لیست رو متوقف کردن. آقای محمدعلی عیازی که تقریبا به لحاظ سیاسی به اصلاح طلبان نزدیک است، در مصاحبه گفت که حکومت جمهوری اسلامی قصد اعدام 26 نفر در جریان اعتراضات سال 1401 رو داشت. به ادعای ایشان این روند بعد از انتقاد و اعتراض علما و مراجع متوقف شده. خب اگر چنین هست، اینجاست که شهروندان ایرانی به حق میگویند که چگونه مراجع و علما نسبت به این همه مظالم آیت الله خامنه ای سکوت میکنند و اگر تأثیر دارد
بایستی پای به میدان بگذارن، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست خارجه، چه در حوزه اعدام ها بوده باشه. ایشان که مدعی است که با تقاضای مراجع حرف ها شنیده شد و اعدام ها محدود شد، او در گفتگویی که با سایت انصاف نیوز انجام داد گفت که اینها یک لیست 25 یا 26 نفره اعلام کرده بودند که باید اعدام کنند، اما دیدید که بعد از آن دو نفر که اعدام کردند دیگر ادامه پیدا نکرد. این مدرس حوزه علمیه دلیل توقف اعدام ها رو اعتراض مراجع تقلید شیعه و برخی حقوقداران دانسته که به گفته او جلوی اعدام های بعدی رو به آن شدت و جدیت گرفت. البته بایست اشاره کنم که مجید رضا رهنورد و محسن شکاری اعدام شدند که اون دو نفر بود، محتملا دیدگاه آقای عیازی در اون مقطع مد نظرش بوده که چنین لیستی در نظر داشتن. با این حال جمهوری اسلامی یک ماه بعد در روز 17 دی، یعنی بعد از آقایان محسن شکاری و زنده‌یاد مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی رو به اتهام شرکت در اعتراضات و مشارکت در قتل روح الله عجمیان بسیجی حاضر در مراسم 40 حدیث نجفی در کرج اعدام کرد. اشاره کنم که آقای محمد علی عیازی همچنین ادعای نارضایتی روحانیون بلندپایه شیعه از عملکرد حکومت رو مطرح کرد و گفت که امروز در قم هیچ کدام از مراجع رو نمیشناسم که نسبت به وضع موجود کشور راضی باشند و یا حرفی و سخنی نداشته باشند. او در این حال تأیید کرده که مراجع باید بیشتر از این فعال باشند. خب حالا با این میزان انتقاد مراجع و ورود فقیهان شیعه به نقد به مدیریت و حکمرانی آقای خامنه ای، ما در طول هفته یک مصاحبه رو داشتیم با آقای حائری، فرزند آیت الله حائری، نماینده پیشین آقای خامنه ای در شیراز، که اون هم بسیار در فضای مجازی تأثیر داشت. مستقیما ایشون رفتارهای دوگانه و رفتارهای سیاست‌گذاری‌های آقای خامنه ای رو مسبب وضع موجود دانست. کوتاه ببینیم. من میگم سیاست خارجی ما نه معقوله نه مشروعه و سکون رو رهبری به سمت این سیاست خارجیه نه معقول و نه مشروع پیچوندن. نتیجه هم این شدی که عمامه من رفته تو بخشه که اگه من با عمامه تو خیابون برم ممکنه گردنم رو ببرن. فوش که جای خودش داره. من الان روحانی هستم، لباس بنده هم اینجاست، ولی من چرا لباس نپوشیدم اومدم اینجا؟ به خاطری که من اگه لباس بپوشم مردم من فوش میدن. من اینکه نمیتونم لباس بپوشم در خیابانهای تهران و شیراز رو محصول رهبری آیت الله خامنه‌ای میدونم. خب گوشه ای از اظهارات یکی از اساتید حوزه علمی قم رو میدیدیم که خودشون فرزند آیت الله حائری در شیراز بودن، در انتقاداتی بی پرده و بی محابا و آشکارا اشاره میکرد که سیاست های آقای خامنه ای در حوزه سیاست های خارجه و منطقه‌ای عامل آن شده که ملت ایران رو به روزگار سیاه نشانده است. خب بسیار نوعی انتقادهای خاص جدید و موج حملات همه جانبه هست که از آیت الله عیازی اشاره کردم، از گلایه های آقای مولوی عبدالحمید اشاره کردم، تا سطوح تازه تر و جدیدتری از فقیهان جوانی که به هر روی مثل آقای حائری هم وارد این ماجرا شدند. خبرها و نظرها رو با یکی دو تا مطلب دیگر ادامه میدهم. دو تا مطلب رو انتخاب کرده بودم. یکی خواستم از جان باختن سریالی یا مسمومیت سریالی مشروبات مسموم اشاره کنم که دو نفر دیگه در قزوین دوباره به این موج مرگبار افزوده شدن که با افزودن این آمارها در سایر شهرستانها مرتب مشاهده افزایش جان باختگان به علت استفاده از مشروبات محتملا دست ساز و مسموم هستیم. به این ترتیب موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی مسموم که هفته آخر ماه خرداد از استان البرز آغاز شد، به سرعت به استانهای آذربایجان غربی، هرمزگان، مازندران و تهران رسید و همینک استان قزوین هم دو کشته بر جای گذاشت. اینم یکی دیگر از تأثیرات سیاست‌های محدودساز فقهی از سوی مردان جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب 57 با محدود کردن برخی از عادات و آیین متعارف در جوامع منجر به زیرزمینی شدن همه امور و سپس تبعات تلخ و تراژیک از این دست شده.
و تک مطلبی که البته باز بایستی دو تا مطلب رو میگفتم. خیلی دوست داشتم به نفوذ موساد در بازجویی برخی از مردان جمهوری اسلامی در خود ایران اشاره کنم که البته وقت من نمیرسه، چرا که یک مطلب دیگری دارم. حتما در طول هفتم آگاهی یافتید، دستگیری یک جوونی که از 16 سالگیشون خود رو با مقرب نشان دادن و ارادتمند نشان دادن به ارکان اصلی قدرت، به بیت رهبری، خودش هم میگه خیلی جالبه، این مسیر تطمیع و فریب و اقواع برخی از شهروندان مشتاق به کار در ساختار حکومت رو پی میگرفت و با دریافت پولهای کلان به اونا، با آنها وعده مشاغل سطح بالای حکومتی رو میداد. فساد سیستمی و گسترده رو ببینید که چگونه بعد از اون مهرشاد سهیلی، همون جوانی که از 17 سالگی وارد ماجرای زرندوزی با دستبوسی مصباح شده بود، بچه قصر شیرین بوده، الان رسیدیم به جایی که یک پرده گشایی و یک رونمایی تازه تری از یک فاسد سیستمی مدعی ذوب در محضر ولایت شدیم. کوتاه ببینیم. در سن 21 سالگی دستگیر شد. به جرم کلاهبرداری با قصب عنوان دفتر حضرت آقا و وزارت اداره و سازمانه دولتی دیگه توسط اداره اطلاعات کل استان هرمزگان دستگیر شدم. ماجرا از سن 16 سالگیش آغاز شد. هیچ آشناییتی نبود دیگه. من در حد یه پیامی بود احوالپرسی میکردم، اون تش خودم معرفی میکردم. خودم معرفی کردم و که گفتم با دفتر حضرت آقا و در حال ارگانهای دیگه که حالا ایشون بود ارتباط دارم. به واسطه شغل هر شخصی که حالا هر منصبی داشته، به واسطه همون یه سمتای حالا استانی یا کشوری بهش پیشنهاد میدادم. آره، گوشه هایی از یک گزارشی رو میدیدیم که جوانی به اتهام فریفتن برخی دیگر از شهروندان ایرانی که مایل به حضور در ساختار قدرت ایران هستند، وعده ارائه مشاغلی چون استانداری و فرمانداری میداد و اینها رو به تعبیری از آنها کلاهبرداری میکرد. البته خب این گزارشگر صدا و سیما چهره ایشان رو پوشانده بود، سعی نکردن خیلی رونمایی بشه، به گمان من حتی صداشو هم تغییر داده بودن. علی ای حال، آنچه که بود رسوایی به لحاظ بستر این فساد خیزی است که هستن کسانی با این فرمت و قیافه و با این ادعاهای مصوم به ارزشی و نزدیک خواندن خودشون به رهبری جمهوری اسلامی، انقدر حس قدرت میکنن که میتوانن مثلا مشاغل و شغلهای چون استانداری و فرمانداری رو با لابی کردن و با تعامل پشت پرده در اختیار کسانی قرار بدهند، یا گمان میبرن که این مشاغل انحصاری میتواند جا به جا شود. ما شاهد به تعبیری اعطای مدارک جعلی بودیم، دکترهای جعلی بودیم، اما از اینکه استاندار و فرماندار رو هم یک اختلاسگر بتونه این میزان نفوذ کنه به مراکز قدرت و جمعی رو فریب بده، در دو سوی ماجرا یک بستر فساد هست. هم اونهایی که فریب این ماجرا رو میخورن که طبیعتا طبقاتی از کارکنان ارشد حکومتی هستن که میل به دستیابی به مشاغل بالاتر مثل بخشداری یا فرمانداری یا سایر مشاغل حکومتی رو دارن که حاضرن میلیون ها تومان پول بدن و به مشاغلی از این دست دسترسی پیدا کنن. همین که وجود عناصر فاسدی چون اینان که این مسیر رو شناسایی میکنن و رصد میکنن و با نزدیک کردن خودشون به ارکان اصلی قدرت سعی در تطمیع و فریب بخش دیگری از مشتاقان قدرت دارند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.